ارشیام 19 از کرج، بعد رنگ اکانت دومم شده هرالد چیز گاردین 1، ولی اکانت اصلی ریسیزش کردم بازی کردم شده هرالد 5. حالا همون حالا این هرالد یک و... چه هرالد پنج و گاردین یک. خب بعد رولت چی؟ رولم سیف لین. اوکی، سیف لین پوزیشن وان. خب من چه کمکی میتونم بکنم؟ والا ارزم به خدمت که یه بازی های خوب بازی میکنم، بعد یه بازی هم که دیگه سوتی میدم دیگه، قشنگ دیر فارمم ضعیفه و دیگه خب آیتمام دیر میاد و اینجورو. فارمر ضعیفه. خیلی خب بعد اوکی، میخوای کلاس چه جوری باشه؟ میخوای ریپلی ببینیم؟ ریپلی ندارم ولی خب نمیدونم، حالا دارم ندارم ولی نه فکر نکنم نداشته باشه. خب پس میخوای چیکار یادم بکنی؟ رفته، نه میخوایم مش بازی کنیم چیکار کنیم؟ لایو میخوای بازی کنی؟ لایو بازی کردن یه ذره سخته دیگه، یعنی خب من همزمان باید بهت بگم چی کار بکنی، بعد ممکنه خب خیلی چیز نداشته باشی اگه ریپلی نداری، ولی خواهی که من یه جوری بازی تا ببینم دیگه. به حال میخوای لایو فاین مچ کن. هیرای مورد علاقه چی هست؟ چی بازی میکنی معمولا؟ معمولا پی ای بازی میکنم، جاگرنات هم ولی تقریبا بلدم یکم، فانتوم لنسر هم خوب بازی میکنم، ای هم پی ای قبلا جای خوب فانتوم بازی لنسر. میکردم، بعد دیگه انا جدیدن نمیدونم چی شده دیگه خوب نمیتونم بازی کنم باش. آنتی میج. خب از همون کریای کلاسیک بازی میکنه دیگه. کریای پچ جدید امتحان نکردی هنوز؟ مثلا اسنایپر، بریستل بک، آلکمیست، اینا نه اونا رو امتحان نکردم. هنوز امتحان نکردی؟ بازیشون کردی یا اصلا بازیشون هم نکردی؟ چند وقت بازی بازی کردم میکنی؟ چرا، من حدودا یه 2-3 سالی میشه بازی میکنم، از دو تا دو شروع کردی درسته؟ همین 2 تا 2 شروع کردم. آره خب اوکی، بعد پس ببینم که چیار بلدی چیار بلد نیستی. معمولا کسایی که توی مثلا رنگ های پایین مثل هرالد، گاردین، حتی کروسی دارن، مشکلشون اینه که توی بازی به کریپا به اندازه کافی اهمیت نمیدن و به اندازه کافی فارم نمیکنن. یعنی اگر بتونی پترن فارمتو درست بکنی، تو لاین بیشتر کریپ بزنی، لینینگ تو اوکی بکنی، خود به خود بازی برات خیلی راحت تر میشه. بعد معمولا تو ارلی گیم بیشتر مشکل داری یا مثلا مید گیم، لیت گیم؟ تقریبا نه اول بازی دیگه، وسط اکثرا وسط اوله بازی. بازی اگه پا نگرفته باشم که هیچی دیگه، کلا از اون تو لیت درد سر میخوره ولی در آیتم سر. آورده باشی معمولا جمع میکنی بازی رو. آره آره مثلا آخه اینا، آخه یه سری اینجوری مشکلشون، مثلا خوب آیتم میارن بعد مینه 40 بازی چه مثلا بی کی بی رو نمیزنن تموم شه بازی، مثلا میخره آیتم رو میاره استفاده نمیکنه از آیتم، یه سری هم اینطوریه. مشکلم دارم تقریبا یکم. خب حالا بهش سعی میکنیم بپردازیم. اگه مثلا هر ستارم مشکل داشته باشی، من توصیه‌ام اینه که از ارلی گیم و از لینینگت شروع کنی، یعنی از لاینت شروع کن که اول لاینتو درست کن، بعد لاینت درست شد حالا مثلا فارمینگ پترن و مید گیمتو درست کن، بعد حالا لیت گیم چجوری های گراند بریم و اینا رو که اصلا تو یه عالمه کوچم راجع به این قضیه دارم باز کری. ولی خب حالا پیش هم اینجا هم موردش لایو بازی دیدم. میکنی. دیدی پس خیلی خب عالیه. حالا بریم ببینیم تو بازی چیکار میکنی دیگه. درست درمون هم نمیندازه یه موقع مثلا، یه... چیه گفتی؟ یارای درست درمون نمیندازه، مثلا هرچی خب دیوونه است یار ما میشه، بعد هرچی مثلا قوی و اونور چیزه برای اونور، خب اینجوری مشکل میخوریم دیگه، یارو اذیت میکنه من خوب مثلا هلپ نمیده و دیگه. یه سری وقتا اینطوریه، بعد یاد بگیری وقتی همینطوریه ببری، وگرنه همیشه که بازی نرمال نیستش که، 5 نفر آدم هم دیگه، بعد رندوم هم هست دیگه، یه وقتایی مثلا یارای تو حالشون خوب نیست، یه وقتایی انمی حالش خوب نیست، یه وقتایی مثلا اصلا اسمرف جلوته، یه وقتایی اسمرف یارته، یه بستگی داره دیگه که چجوریه. دیگه باید سعی کنی با همین حالت ببری، یعنی باید سعی کنی در عین اینکه، یعنی اینجوری نباش که خیلی خوب مثلا فلان یارم بلد نیست پول کنه، پس جی جی دیگه این دست رو باختیم، یعنی اصلا هم چیزی نداریم. تو یارت بلد نباشه موو بدم میتونی ببری به همین سادگی.
میتونی اگه خودت خوب بازی کنی احتمال زیاد خود تاثیر اونو جبران کنی دیگه، نباید بیت بشی مثلا فایت بد میرن تو هم بری. اگه بتونی مثلا اینا رو یاد بگیری، یارات بدن بازی کنن چون تو پوزیشنت هم کریه، بعد کری هم یه جوریه که خصوصا تو این رنکی که تو هستی که بتونی کار خودتو بکنی، اون پترن درستی که باید فارم کنی و فارم کنی آیتم تو بیاری، بالاخره زورت میرسه بزنی. ولی اگه مثلا چه میدونم بخوای حواس خودتو پرت کنی به حالا مثلا اشتباه های یارات و اینجور داستان ها، خب بک فایر میکنه قطعا، اونجوری که باید بازی کنی بازی نمی کنی، احتمال وینت خیلی کمتر میشه. درست دیگه هم بود. خب این پیداش پوینت شد. یه خب نکته دیگه هم هست، ما دو نفره با هم میریم، تیم مقابل ما معمولا سه نفر یار با هم میندازه، بعد دو نفر تکن، بعد تیم ما دو به دو میندازه. هی میخوایم با هم مچ بشیم، بعد به مشکل میخوریم و اینا، و اون سه نفر با هم میریزن سر یه نفر اونجوری. ببین خیلی ببین اذیت تاثیر داره ها، ولی من دارم بهت میگم تو اگه خوب بازی کنی اصلا این چیزا خیلی به چش نمیاد. میفهم چی میگی، خیلی وقتا مثلا اون پارتیه تاثیر داره. اصلا تو که میتونی استریک سولو، نمیدونم تیکش هنوز هست یا نه، میتونی اصلا بزنی کلا سولو بیفته بهت. استریک سولو رنک مچ کجا بود؟ اینجا بود استریک سولو. آره استریک سولو رول کیو مچ میکینگ. خب این که اصلا بزنی پارتی کلا نمیفته، میفتی با سولوها. ولی دیگه پارتی میری همینه دیگه، اگه بخوای پارتی مثلا بازی بکنی، خب مثلا دوتایی بری یه واقعی جلوی ستایی میفتی، یه موقع جلوی پنجتایی ممکنه بیفتی. قبلا دوتا پنجتا رو فقط جلو پنجتا مینداخت، ولی الان تو این آپدیت جدیده باز میندازه مسکه، تا جایی که من خوندم تغییراتشو. دوست معذرت ما من امکانش هست چیزی بگم. جانم من چون با هرچی مثلا میرفتم، یکی از مشکلاتش این بود تا خودم نمیتونستم بهش کمک کنم و مشکلش رو مطرح کنم، این بود که مثلا پی ای زده بود جلوش، مثلا نکروپوس آفلین بودش، بعد این نمیدونست باید چی کار کنه، بعد تا تو لین هم میرفت نمیتونست فارم کنه نه چیزی، چون اوایل بازی هم بودش، خب به هر حال رو سرش سور بود، نمیتونست بره فارم کنه، نمیتونست تو لینش بسه. اون بازی هم اصلا نتونست آیتم بیاره و خیلی هم زود باخت. پیش میاد رو لینینگش باید کار کنیم دیگه. بذار حالا ببینم چیکار میکنه فعلا. خب شد جاک، جاک بن شد. اینم آره یکی ایرای دیگه تو بازی کن، حالا خیلی مهم نیست. هرچی دوست داشتی پیک کنی پیک کن، حالا خیلی میگم هیرا که زیاد بازی میکنی یا پیک کن که من بتونم راجبش به باد صحبت میکنم، بعدش بتونی اون هیرو رو حالا زیاد بازی کنی و قبلا تازه اومده بودم همیشه اورسا پلی میدادم دیگه، کلا مثلا ریزیکاری اورسا دستم بود، بعد دیگه حالا دیگه پخش تو هیروهای دیگه. نه اورسا خیلی کری خوبیه، جلوی خیلی از آفلینام قویه، بعد هم میتونی باهاش بتل فیوری بیاری فارم کنی، هم میتونی باهاش اکتیو مثلا بازی کنی، جوین بدی، همه کار میتونی بکنی با اورسا. کری بدی نیست، کری خوبیه. بریم دیگه از استارتینگ آیتم شروع کنیم ببینیم چیا میخری، بعد بهت میگم مثلا چی بخری چی نخری. جلوت بیستل بکه و احتمالا دزل دیگه. اوکی میتونی دو تا برنچ هم اضافه کنی بری دیگه. اگه من چون جلاد بریستل بک احتمال زیاد به نظرم میخوای سریکلت و یه چیز تو بفروش، ماجیک استیک بگیر. حالا یه اسلیپر ایدیس آر ماجیک استیک رو بگیر. خب اون یکی هم برنچ بگیر، با استات بری تو لاین دیگه، تا اونجا که میشه با استات بری تو لاین.
خب این خط منم که جلوی هیرود میبینی دیگه. آره خیلی خب، اگه لازم بشه برات ساین میدم یا میکشم که چی کار کنی. خب اولین درس مهممون چیه؟ سر رون خودتو به کشتن نمیدی، یعنی چیکار میکنی؟ نمیری واسه اینجا، همین اینجا سوسکی واسا، اینجا پشت این درخته. آره اگه مثلا اینجاها اومدن که همینو فرار کن زیر تاور دو، اگه نیومدن یه ترای بکن ببین مثلا اگه یه نفر بود باشون درگیر شد. الان بچه ها میخوان اینجا کیل بگیرن و اصلا میتونی بری پیش بچه ها، یارات هستن، برو پیش بچه ها ببینی کسی میاد نمیاد چجوریه. خب اصلا هوکش هم میز شد، برده راحت اونو برده رو برو سراغ لاین. خب جلوت کیا شدن؟ ندیدم. اودی بود جلوت؟ دکتر بود یکیش، هیچ دکتر اودی بودن؟ بذار ببینیم کی میاد وسط اصلا. هنوز کسی اودی وسطه؟ نه اودی وسطه، هیچ دکتر که درسته، بیستل هم درسته، عالی. این مجکسی که خریدی خوب چیز کرد. خب سه تا بگیر دیگه، سه تا بگیر، بعد لستی تایم داری هیت بذاری روش. اومد جلو بزنش. آها ست خیلی قویه، خودشو بزن، خودشو بزن. آها خودشو بزن، بعد لستیت تو کن تو تایم لستیت، لستیت بزن، بقیهشو میتونی اونو بزنی. لستیت رنج رنج، عالی پسر. تانگو یا عقب تانگو بزن، یه ذره میتونی بیای عقب. آفرین استکه عرود بپره. خیلی اگرو بلدی استفاده کنی اینا رو بیاری عقب. بهشون اتک بدم خودشون میان دیگه، فکر کنم اینجوری بود. به هیرو بعد اتک بدی اگه میخوای. به هیرو. آره آره خب یه ذره اینا رو الان میتونی دیفنسیو اگرو کنی بیاری عقب. آها دوباره اگرش کن بیار عقب. اوکی مراقب باش، مراقب باش. فعلا داری با تانگو هیل میشی، ماجیک استیک هم خیلی کمک کرد. خیلی الان که دو داری یه ذره دیگه چی بگیری میتونی بکشی ها، فقط این لستا بزن. تانگو دیگه نداری؟ اشکال نداری. دو بزن بکش، از دوت استفاده کنم مانات. خب خیلی ندیگه، ببین نه ببین کلا تو پشت کریپات بازی کن، کریپا به تو خیلی دمیج میدن، پشت کریپا بازی کن. اگه اومد جلو هیتش کن، هیتش کن مجبور شه بره عقب، بعد برگرد لست دینای کن. میبینی مانات پره، از مانات استفاده نمی کنی، اچ پی تمش کمه. اشکال نداره، اشکال نداره. بعد یکم اینجوری مشکل میخورم دیگه تو بازی معمولا. الان بهت میگم بعد چجوریه. بیا تیپی کن سری تو لاین. آیتم تو فعلا فعلا نخر چیزی، بیا تیپی کن تو لاین. نه چرا اونجا تیپی کردی؟ دوتا لستید، وای چشام. خیلی خبری نیست، خبری نیست، دوتا لستید رنج بود، 100 تا پولشه. اوکی شروع کن پوش دادن. اوکی از دو تا استفاده کن، دو بزن هیت بده اینو، نه ترس بابا، اینم بزن، جفتشون رو میزنی. خب یه دونه رینگ آف هلت یا موربید ماسک میخوای؟ من ترجیح میدادم رینگ آف هلت بگیری، ولی خب پوش ندی، گفتم پوش بده. آره الان شروع کن پوش دادن. از این ور برو، از این ور برو، از پشتش هم میتونی بکشیش. نه
الان واسه بزنش، واسه بزنش، واسه بزنش. بابا چیه؟ هیچی نداره به خدا. میترسی از اینا؟ به خدا واسه اینا رو هیت کن میکشی. یه هیت دیگه، برو رینگ آفلت بخر، برو رینگ آفلت بخر. اینجوری که تو بازی میکنی فعلا با فارم کردن یاد بگیر. رینگ آفلت رو بخر، برگرد طولن. عالی. آها اینا پشت بیا بکش بابا، اینم چیزی نداره. دو بزن از الان. آها برو بروش، اینم کشتی. یه ذره سیف باستا، رینگ آفلتت پورت کنه. میتونی بهش بگی تانگو بده رو تانگوش مثلا پین کنی. آره اگه بده بهت، با برنچت بکار بزن، با برنچت بکار بزن. ای وای بله، بزن لسید، بزن، خبری نیست. اینا رو اگرو کن، بیا عقب. نه لازم نیست بری یه هیت بزنی بهش، یه دونه کلیک میکنی روی یارو میان رود. اصلا لازم نیست تا اونجا بری. از موقع تست کردم این موضوع ولی نمیاد. اوکی، اونو به توضیح میدم، اونو به توضیح میدم. من بعد یه ویدیو راجع به این اگرو بسازم. عرفانم ساخته، پیمانم ساخته، ولی هر دفعه ملت از من کوچ میگیرن این اگرو رو نمیدونن چی به چی. بیا تو رنجت، بیا جلوی یونیت رنج اینجا، یه کلیک رو یارو بکنی میان روت. مراقب باش، بیا عقب، بیا عقب. یه ذره 5 تا استک روته. کویل اسپری یا بریستل میدونی چه شکلیه؟ هرچی بیشتر استک شه بیشتر دمیج میده دیگه. دمیج بیشتر میده. پس بعد یه ذره اگه مثلا 3 4 تا رو استک شد یه ذره بیا عقب بذار تایم. خب اینو بزن هیتش کن تو این فاصله. آها دو بزن، دو بزن. آها کلیکو بذار روش. بذارم میمیری فکر کنم، ولی خب همش رو میمیرم، اشکال نداره. دیسرابتر در دقیقا لول 6 شد. اوکی این یارو هزار تایی یاره بروتسورد رو بخر، بخر بیا تو لنگ. خب تیپی کن بیا سریعتر این جلو تیپی کن. آفرین. دیسرابترت چه خالی کرد، تا نیستی سریع پوش داد. خب ای گلیمسش نکرد، بلش کن، بیا برو اینجا دو بزن فارم کن. از بیس هم داری میای یه دو همیشه بزن، ماناش مفته دیگه. این یکی هم واسه بزن، دو تا بزن. مراقب باش، بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب. استیکی تو بزن، استیکی تو بزن که دمیج نخوری. فایت نکن الان، فایت نکن الان، فایت نکن. ببین الان بکشی بمیری نمیارزه دیگه، میبینی؟ من برای این گفتم فایت نکن. اوکی اون دوتا رو برای تیمت گرفتی، خبری نیست. منظورمو فهمیدی؟ الان دیویچ داکتر بکشی و بمیری نمیارزه دیگه، تیپیت کولدانه. هرچند تیپیت داره خدا رو شکر زود ریدی میشه. خب بیرسلم 6 شده، الان تو داستان داری. خیلی خ... دوباره بیا تو لاین، بیا تو لاین ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. عقب میافتم دیگه. ها؟ همینجوری عقب میافتم. بیا تو لاین. اینو میزنم. بیا بیا. فارم کردنم یاد میگیم. این اگه از یونیت اومد جلوتر کلیک کن روش. از اینجا اومد جلوتر کلیک کن روش. بزن شما ستاییت تو بزن دیگه. چرا خود اینو نمیزنی؟ داره میاد لسید بزنه، کلیک کن روش قشنگ، خیلی ساده. رینج ها رو برش حتی کیو هم بزنی میارزه. بزن، آی خدا رینج از دست نده، اصلا رینج از دست نده. بزن، خبری نیست. آها آها این اومد جلو، دو بزن هیتش کن بابا، نه ترس ازش. اوه ویچ دکتر هست، خیلی خوب ویچ دکتر هست. سب دیگه خطری شد، بعد یواش بازی کنی. 6 فقط. آها اسپل هم زدی واسه اینا، زدی. فقط رنجا رو بگیر، رنجا رو بگیر. خب دیفنسیو بازی کن، هم سیف پشت تاورت.
آها آها آکی بیا عقب، تموم شد، بیا برو ایزی کمپ بزن، تموم شد راحت، بیا ولش برو دیگه ایزی کمپ بزن. الان چون میدونی چرا؟ چون هیچ اینفوی از مب نداری، اینجوری میگم ها، نمیدونی چی به چیه، آروم واسه خودت کمپ بزن راحت. خب سعی کن همین که زدی دوباره برگردی و دوتا بزن. مانا داری؟ ببین مانا تو استفاده کن، مانات وقتی پره بعد از مانا ریجنت استفاده کن. خب الان میتونی بیشتر کتار بزنی. 6 داری. خب بیا عقب، بیا عقب دیگه، برش کن، برش کن، برش کن، درگی نکن، بخوشی بمیدون. یک سارم میکشی. خیلی کشتن و خیلی دوست داری، فدات شم. گفتم درگیر نکن بکن. اول شیش تا خیلی دیر زدی برای ویچ داکتر، خیلی دیر زدی. دیدی داری مثلا میمیری، اولتی تو بزن. بعدم یه چیزی بهت بگم، هیروت فقط تایم اولتیش قویه، وقتی اولتی نداری هیروت یونیته، یعنی هر یه ویچ داکتر خالی سولوت میکنه وقتی اولتی نداری. اولتی تو زدی، کشتی نکشتی فرق کن. بودو بیا تیپی کن صورتش. این چیزت هم بخر، 1350 تایی هم بخر، بخر بخر بخر. آفری بسن، برو بزنش. اینا میذاری بالا کلیمورتو؟ بذار جای آیرون. آها برو برو روش، برو روش کشینا، برو روش کشینا. اگه گیلیم سپانه، آها آه فکر کنم میکشد، بزنش. یکت اومد آلی پسر. خب بذارینم نوشال آیتم بهتری داریم. نه برخ. دوباره این ویوی که میاد و فارم کن تا بیرسل نیست. ویو لاین مرد. وقتی لاین خالیه هیچ وقت جنگل نزن، هیچ وقت، همیشه لاین رو اول بزن. بزن سری سری پوش بده، سری دیگه وقت لاین چیز کردن تموم شده. کوریر تو بفرست سیکرت شاپ. خیلی برو این بر، کوریر تو بفرست سیکرت شاپ، بتل فیوری تو بیاره. وقتی لاینت ضعیفه با راش کردن بتل فیوری این استگ نمیشه، اسلوشون استگ میشه. کیک آفرین. دوتا هم بزن، اسپلاتو بزن. خب این اومد دنبالت. بتل فیوری تو خریدی از سیکرت شاپ؟ آره بده بیا. وقتی لاینت ضعیفه این شکلی یه ذره ترمیم میکنی. مراقب باش، مراقب باش، اومدن روت وارد داری. اولتی تیپی داری، اولتی تیپی داری، اولتی کن، تیپی کن. یزید اون موقع که من گفتم اولتی تیپی نکردی، الان رفتی تو صورت ویچ داکتر تیپی کردی. اون موقع که من گفتم، ببین یه چیزی هست تو لایف کوچ، خب یا اون چیزی که من میگم و بدون اینکه بهش فکر کنی انجام میدی، بعدش میپرسی چرا، یا دیگه اگه انجام ندی فیل میشه، یعنی 2 ثانیه بعد انجام بدی فیل میشه. الان رفتی تو صورت ویچ داکتر تیپی کردی، خراب شد. اون موقع چرا گفتم اولتی تیپی کن؟ چون دزال بریستر هیچ کدومشون نمیتونن تیپی تو رو کنسل کنن، ولی وقتی ویچ داکتر رو میبینی دیگه نمیتونی کنسل دیگه. اون موقع حرف گوش نکنی، بعد که به ناامید میشی حرف منو گوش کنی فایده نداره. بتل فیوری تو بگیر، نگرفتی کوریرم مرد. ای وای فاک مای اس. اوکی برو بزن. چقدر دیگه میاد کوریر؟ من نمیبینم. یه دقیقه تقریبا. آه این یه دقیقه یعنی لوز، جدی میگم یه دقیقه بتل فیوری دیگه تر بیاد یعنی زشتی. بزن یکی تا بزن ببینیم چیکار میشه بود کرد. به به داداش قشنگ بریستل کارخونه هیولا سازی شد. خب دوتا هم بزن، دوتا بزن.
بغل در بچ درگیرم، میتونی برید یه ترای بکنی اودیو بفشی مثلا. فکر کنم یه هیت بدی میمیره. برو برو. خب برو وسط، برو وسط خالیه. ببین لاین خالی میبینی، برو اونجا دیگه. فایت مایت رو ول کن الان، بریستل دوباره داستان میشه. این الان انقدر کیل میگیره بریستل ازتون که تبدیل میشه به اون هیولایی که گفتی. گوریر زنده شد؟ زنده شد. داره میاد. با بوت بیار، با بوت، با بوت، با بوت داره میاد. کوش بین رو الان مثلا فیز بگیرم یا پاور ترید بگیرم؟ والا تو این بازی دیگه به نظرم پاور ترید بگیر دیگه، دیگه فیز بود به نظرم دیره. فیز بود تو ببین، این روشی که دارم بهت میگم بتل فیوری یه زبر راش کنی درست نیست ها. خب ولی الان با این حالت که تو داری بازی میکنی، اگر لاین رو اینطوری بخوری، تنها راهی که داری چیز کنی ریکاور کنی این شکلیه. برو شروع کن ترانگل زن، دوتا بزن از قبل که بتونی دوتا دو بزنی دیگه. اول بزرگه رو بزن مرد، بزرگه رو بزن. آها بزرگه رو بزن که بتل فیوری چیز میشه باش، چی میگم بهش، کار میکنه. درخت رو قطع کن که ویژن بگیری. آها دوتا بزن. آها برو بالا دیگه. الان که بتل فیوری داری تو یه فارمینگ ماشین وحشتناکی. خب برای تلنت هست بگیر، تلنت رو مثلا لیول 15 بگیرم یا مثلا الان بگیرم؟ الان که فعلا نگیر به نظرم. لسته اینو فوکوس کن، فوکوس کن بزن. آها خب منجنیق رو دو بزن، دو بزن، دو بزن. آها سری بازی کن، ولش کن دیگه. بیا فارم، بیا فارم، بیا فارم، ول کن تاور رو، ول کن. فقط یونیت بزن. ببین از الان میخوام فقط 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 یونیت بزنی. دو بزن. آها برو فارم، برو بعدی، برو بعدی، برو بعدی، فکر نکن. خب یونیت های اینجا، یونیت های اینجا، یونیت های اینجا. اینا درخت رو قطع کن، درخت رو قطع کن، برو این درخت. دو بزن، دو بزن، دو بزن، سری باش مرد. اسپلتو استفاده کن دوباره، بزن تاورم بزن. اولتی تی پی، اولتی تی پی، تی پی، تی پی، تموش. آه یکیشو زده. آه ایزی دوباره تی پی تو بخر. آیتم بعدی چی دوست داری بری؟ برو برو برو، نمیخواد کامل پوشی، برو این یارو پیگت هم بزن، برو بشر بخر، هر چی میخوای بخری از الان کیو کن، برو لاین بالا. من برم جانگل بزنم. جانگل بزن برو بالا. دو تا از قبل باز نزدی، ببین چشام میسوزه دو نمیزنی. بعد این سری میری این ورا. مانکیه ولش کن، مانکیه رو ولش کن، فقط یونیت بزن. یک داری آمد، تا اولتی نداری نمیتونی خیلی باش در چیز کنی. رفتی بیس کل راهو؟ نه نه رو بیس، صف کن، صف کن، دوباره همینجا یونیت بزن. دوتا از قبل زدی. آه بزن اینجا دوتا، بعد یه دوی دیگه بعدش بزن. بزن اولتی، او مانکی هست، فرار کن. اولتی داری، اولتی. آه فکر نمی کنم بیاد دوباره بیاد، چه چیزی داره، جوره چی داره. هرچم الان میمیره لیول 14، الان خوش رو تقدیم کرد به دوتا لیول 9. اگر خوش رو تقدیم کرده باشه. What؟ اگه اینا بتونم بپوشنش. نه اون پاجه را نرفت باش. بلخ شوال نداره. خلخ ببینم تو مرد بشر تو کیو کن. ببینم چی کار میشه باید کرد، ببینم چی کار میشه باید کرد. از اون بازی هم هستش که سه تا لاین رو خوردین سخته و لاین تو خوب بازی کنی. خب تی پی کاش نکنی، حالا برو دیگه تی پی که کردی دیگه. دور تو بزن، ببین باز دو نمیزنی. یک بزن، یک بزن. آه! فارم فارم
برو برو. دو 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 دو. ببین اینا دیگه من بهت خدایی نگم دیگه. دیگه برای دو و یک زدن رو کمپا من بهت نگم. کمپ دیدی دو کن خودت. اوکی باشه. بله یه ذره خطرناکه جایی که داری میری، ولی حالا اینو بذار سریع از همین ور برگرد جایی که ویژن داری. دیدی دارن میان. برگرد جایی که ویژن داری. از بدست. بلش کن بلش کن. بیا این کمپر بزن. آفرین. آها از قبل دو میکنه. خیلی خوب. اینو بردار. برو این وری. حالا برو. نه نه برو جنگل حریف. نشون نده. چه نشون نده. برو جنگل حریف. اینجا بدم. آره برو 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 جنگل حریف. این ور این ور. ببین بزن. بزن بزن. اوکی الان لاینو بزن دیگه. حالا که اینجایی دارن نشون میدم پنجششون، لاینو بزن. یک بزن یک بزن. آفرین پسر. لاین ویو بعدی هم بزن. دو بزن ویو بعدی. ای کلیک کن روی یونیت اگرو برداشته شهر بود. ای کلیک. ای اتک ای اتک میزنی برداشته میشه اگرو. تاور نمیخواد بزنی. برو این ور. تاور نمیخواد بزنی. تاور نمیخواد بزنی. برو اینجا رو بزن. اینجا رو بزن. دو بزن دو بزن دو بزن تو رو خدا از قبل. ببین الان باید به این دو تا دو بزنی نه یه دونه. سریع بکش بیا بیرون. اینم بزن. خب اینو وردار. اینم بزن. بعد میتونی تیپی کنی بالا. گنده رو داری میزنی. آفرین. دو بزن. خیلی خب اینم وردار تیپی کن بالا. خیلی خب ببین پایین رو الان کشوندیشون پایین. حالا میری بالا. آها برو بالا. تموم شد. تیپیت هم دوباره بیار. ببین همینجوری بشرت اومد. حالا یه بیکی بی باید بخری برای اینکه بتونی فایت کنی. دوباره دوتا از الان بزن. آها ویو دیدی؟ ای اتک بذار رو ویو. تموم شد تموم شد. آها دوباره اینجا اینجا تیپی تو آورد کوریه. خب اینه که زدی دوباره سمت جانگل. الان که بعد تیپی کنی تو فایت بشر داری تیپی نداری یا بگو سری بیاره. آفرین. خب این کمپر رو بزن بعد برو لاین. دو بزن دو بزن. خدا زبونم مو در آورد. این دفعه بگم دو بزن تنبیه بدنی میکنم. نه شوخی میکنم. اینو بزن. خب بیا این ور بیا این ور. پایین نگه نگاهکی بکن ببین تیپی کنی چیزی میشه. نه من ازم تیپی نکن. بی کیوی نداری. بلش اینو بسته بزن. دو داری؟ یک بزن بسته بزنش بابا. آها بپر. تموش. آها بیا بشر تمام. دو بزن حالا. دو بزن اینم بکش. دو بزن اینم بکش. خب اولتی ها یک داری ها. اولتی ها یک یک اولتی 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 خدا. آها مرسی. اینم کش. اینم بزن. تموش. دو بزن دو بزن. تنبیه بدنی. خیلی خب بدو. دو بزن. من میخوام یه کاری کنم سریع بازی کنی. اینو وردار. بعدی دو بزن. آه خرس ویرانگر بیا پایین. خیلی خب یارات هم پایین کشتن. چرا؟ چون تو دو نفر رو پایین کشتی. بدو وسط فارم کن. دو بزن. احسنت. ولش کن تاورو. ولش کن تاورو. بیا بریم بابا. بیا بریم بیا بریم فارم کن. بیا بریم فارم کن. یارات هم اون ورینو بکنم نمی کشن. میمیرم بش. خب برو برو انشنت بزن. انشنت استک کن. میرسی؟ یه یک بزن سریع تر از الان. نه دیگه اونا رو اسلو نکن. گفتم زودتر یکم بعید بدونم. نمیام بیرون با اون واسادی اتک بدن دیگه کنسل شد. خب ببین با بتل فیوری میتونی درخت رو کنسل کنی. درخت رو ببر درخت رو ببر.
مانکی بیاد پایین. ای بابا بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب بابا. اوکی اینه، تو بذار جای برنج شاید این یارو میتریل همه رو. تو مانکی اگه پری رو درخت با فیوری قطع کن، یه دو بزن از الان، دو بزن قطع کن. خب اولتی داری یا اولتی کن، اولتی اولتی دیگه. بی کی بی کردی دیگه، چرا اولتی کردی عزیز؟ باستا بزن خلق. برو بیرون اشکال نره، ریجن رو بردار. خلق برگرد دوباره مانکی رو بکش. بتل فیوری داری، بتل فیوری داری، خبری نیست. این یکیه، بزن فارم کن، فارم کن، فارم کن. آها بعد اون بعد ای بریستل، بریستل میتونی تیپی کنی بکشی؟ بریستل تیپی کن بکش، بریستل تیپی کن بکش، بریستل تیپی کن بکش. اینو بکشی خیلی پول میده. یک کن، یک کن. آها خیلی خب، اکس پیش هم گرفتی، عالی شد. ببین میدونی چرا گفتم اولتی کن بی کی بی نکن؟ چون بی کی بی تو نمیخوای بشه 6 ثانیه، میخوای 9 ثانیه بمونه. تا مجبور نیستی نباید بی کی بی کنی، ولی اگر مثلا 4 5 تا هیرو دیدی تو فایت بی کی بی کن بزنشون. خلق یه اسموک واسه خودت بیار، با یه تی پی، با یه تی پی، با یه تی پی پایینم پوش بده. پایین پایین پایین، کجا میری؟ جانگل نزن، جانگل نزن. این ویو پایین رو یک و دو بزن، یک دو، یک دو سه چهار. آها ورزشه، یک دو سه چهار. آها آها خلق ویو بعدی دو بزن، ویو بعدی ها دزل داری زیر وارد میبینی، خبری نیست. خلخ دست به تیپی باشی دیگه، همینجا لاینر رو پوش کن، 20 ثانیه به درد نمیخوره ایرو. دو بزن ها، دو بزن، دو بزن. همینه، خیلی خوب. برو لاینم بزن، لاین لاین لاین. خیلی خوب، تاور بزن. عالی، بیا این بر. نه نه نه، البته میتونی چیز کنی، یه ویو دیگه هم بزن، یه ویو دیگه هم بزن. مانکیه زد روشن و کنسل اسموک. برو برو سمت انشنت، اونا رو هم بزن. یه بیلینک به نظرم میخوای نه؟ یا با چی راحتی الان؟ اینو زدی فرار کن، سریع فرار کن اینو زدی. معمولا برای این تو بازی ها شد و سیلور ایچ میارم. دو بزن، دو بزن، فعلا چیز نکن، دو اینا رو با دو فارم کن. خیلی خوب، معمولا چی میذاری؟ سیلوریچ؟ نه بابا سیلوریچ چه کسیه؟ اینجا وارد میکنم، نمیشه. بیلینک رو بخر بابا. بیلینک بخرم؟ آره بابا، سیلوریچ چیه؟ این اسلیپر تو بذار پایین، بده به کوریر بفروشتش. بلخ کوریر بده اینجا، اینا رو بده به کوریر، بذار بعد جایی. یا بیا عقب، کوریر ببر بفروشه. خب الان با میتونی اینو بگیری یا میتونی اینو بگیری یا ویچ داکتر رو، یکی این دوتا رو. خب زیاده خبری نی. بیا آقا بیلینک میتونی بکشی ویچ داکتر رو مثلا یه دفعه بزنی. بگی یک یک یک، تموم شد. نفر بعدی دو بزن از الان، دو دو. بی که بی داری، بی که بی داری، دو. حالا این مورد برگرد یک کن اینجا. تو تا حالا نداری نه؟ برو فرار کن، فرار کن، فقط فرار کن. یک بزن فرار کن، یک بزن بیلی. اوکی برو بیس، برو بیس، بیس برم یا برم بالا؟ برو بالا. اوکی برو بالا، دو تا بزن پس حداقل. این آیرون برچ رو بنداز دینای کمبو با که بتونی اینو برداری. چیه اون؟
خب اینم اینم وردار. اوکی برو بالا. اینو کویک چهار ما بده بره. اوکی عبی سالتو بخر. عبی سالت ونگار شاره. ونگار شو بذاره مجیک استیکت. فارم کن دیگه کجا میری؟ این ور این ور این ور. آها دو. آه اینو بذار بالا، اینو بذار بالا که این باگ قضیه است. خواستم بگم لایف استیل بگیری که این عالی شد. بله این کمپر هم میتونی بزنی. یه دو کن از الان، نه سب کن یه دو کن از اینجا بیا اینجا. الان یک تیپی میکنه مانکیو میکشی یا یک هم نداره. ببین میاد بالا، ببین میاد بالا. برو 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 مانکیو میکشی. برو برو به من اعتماد کن. بیلینگ کن روش. بیلینگ یک، بیلینگ یک، بیلینگ یک، بیلینگ یک. تموم شد. بتل فیوری داری اگه پرید. بتل فیوری، بتل فیوری، بتل فیوری، بتل. خیلی خوب. دو بزن، دو بزن، دو بزن، بیرسته رو شارژه. دو بزن، دو بزن، دو بزن. اوکی، بیلینک اینجا. بیلینک اینجا بخوشش. اشکال نداره. اشکال نداره، اشکال نداره. بذار یارتم بیان. بیلینک هر کی دیدی بیلینک کارشون بکش. بی کی بی هم داری ها. بی کی بی تیپ کن. بی کی بی تیپ. بی کی بی تیپ. اولتی آخ بش داره ایشالله که نگیره. چشام سوخت بابا. خب ببین اینطوریه که خبر نیست، خبر نیست. ابیسال تو فارم کن، این دفعه ابیسال داشته باشی، ابیسال داشته باشی از دستت اینجوری فرار نمی کن. میپری سه چهار تا اتک میدی، اگه بش نشد که بش میشه بعد از بش ابیسال میکنی و دیگه بش در نمیاد. ابیسال تو فارم کن خبری نیست. یه مانکیه بش داشت خیلی بد بود. اینو من انتظار نداشتم بش مانکیه رو اصلا ندیدم. بهشون بگو اصلا فایت نکنم، بگو گت بک برگرد. اون ریچ شاک دارم هم اینه. نه یه بار مردی باختی. ببینم شاید هم بتونم بزنیم اگه دروه بزنه نترسه. از الان ببین زنده شدی از الان دو تا بزن. نه میخواد با برد صورتشو. بی کیوی نداری؟ نه سر بی کیوی داری. برو برد صورتشو. ساپورت ها رو بکش اول. اولتی داری، اولتی داری. نه اولتی داری خبری. نمیخواد، نمیخواد نزنی. ای چرا خوب دو تا بزن. دو تا بزن بالا رو پوش کن. خب بابا جمع نشدین، هم که جمع نشدین میبری بازی رو. برو برو بالا. استیک تو بزن بالا. اینو میکشی یا اینو میکشی یا اینو میکشی یا بپر. از جلو بزن، از جلو بزن، بپر جلوش. یک بزن، یک بزن، از جلو بزنش. اولتی داری یا اگه لازم میشه بسته دیگه. بیا عقب، بیلی کن عقب، بیلی کن عقب، بیلی کن عقب. آی بسته. دوباره دوتا بزن آماده باش، دوباره دوتا بزن آماده باش. میتونی فایت کنید به نظرم. فقط واسه اولتید ریدی شه. جلو عقب باب بکنید دیگه. اینجوری نباش که یا میکشم یا میمیرم. اگه دیدی نمیمیره بیا عقب. خب آقا هدفت مانکیه. دوتا از الان بزن، دوتا بزن، بزن دوتا. خب بیرستل رو نزن، بیرستل آخر بزن. بپر رو مانکی کارشو بکن. تموش. آها این یکی هم بزنیم.
اولتی داری؟ بی کی بی هم داری لازم شد. بی کی بی اولتی 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 بی کی بی. الو بی کی بی دو سه چهار پنج. آها شبه اینست یه ذره توی اسپلای که باید بزنی مشکل داری که اونا هم هیرو باید دستت بیاد دیگه. هیرو سخته چند تا چیز باش بزنی. بای بک داری لازم باشه؟ نداری نزدیکه ولی نه. سیشن نمیزن چه ریس رو کرد. بایک نداری نه؟ بایک نه. خیلی مهمه که هولوش اولتیت و بی کی بیت بازی کنی. وقتی اولتی و بی کی بیت نداری نمیتونی بپری تو صورتشون اونجوری. و تارگتی هم که میشه تا اونجایی که میشه بیشتر و آخر بزنی، اول بقیه رو از کنی مثل مانکی. اگه بتونی اول از همه دزل رو بگیری که از همه چی راحت تر. خب آیتم بعدی چی میخوای بری؟ آیتم بعدی قطعا سیتنیک. آره دیگه بخر دیگه. این یاروشو موربید ماسکشو بخر. آره بخر. خبری نیست. با یکی دی اکتیو زد درو. ای خدا ای همه تونو میکش. اوکی تی دی با سری اینجا اول درزل رو بخوش. بینی؟ پیمو نکرده. اوکی مورا بیا عقب بیا عقب کنسله. وقتی یه چیزی خراب میشه دیگه گوهش رو در نیار. تو بعد از بریستل رد چی بپری بک لاین. بپر اون پشت بپر اون پشت. آها دزل دزل بی کی بی هم داری. بی کی بی بی کی بی اولتی نه دیگه هکس شد. آها اودیو بزن. فرار فرار فرار. عبی سال داری بای بکت نیومد. آه یارو موربید خیلی اشکال نداره اشکال نداره. خیلی چیزها رو حالا باید بهت بگم بعدم نیست، ولی اگه خوب بازی کنی این بازی رو خیلی ایزی میتونی بزنی. بدترین ددی که دادی این ددی بود که این بالا بود. اگه مینی مپ رو نگاه کنی این ددی که به مانکیه دادی اصلا بازی رو بازون. اینجا داشتی قشنگ استوال میکردی بازی که سه تا لاین لوز شده بود و تا قشنگ داشتی کری میکردی تا قبل از این، چون دو نفر اومدن بالا هم مانکی رو کشتی هم اودی رو کشتی. یارا پایین اون ستا رو کشتن قشنگ کامبک شد. 30 دقیقه گیم داشتن داشت کامبک میشد ولی خب اون بالا خراب شد دیگه. یه ذرم میگم این قضیه که چیزه هولوش اولتی و بی کی بیت بازی نمی کنی اینش خراب میکنه کارو دیگه. باید اولتی کنی مثلا میگم بزنی بی کی بی کنی بزنی بعد بیای عقب واسه یکی از این دوتا ریدی شه دوباره اولتیت ریدی شه بپری با اولتیت یکی رو بزنی. چی مثل مثلا درو نیست بریستل که همیشه آماده زدن باشه. نه بریستل یه سری وقتا چی میگم بریستل اورسا همیشه اولوش چیزش بازی مثل وید که با کورونوش بازی میکنه. اورسا هم اینطوریه با اولتیش یکی رو میکشه. فقط فرقش اینه که اولتیش خیلی کولدانش کمتره. فقط نمیتونم دیگه برم کاری بکنم. ببین بدون اولتی سخته دیگه. من یه ذره ببین از حالا این همه مثلا اتفاق افتاد تو بازی ولی باور کن باور کن که تو فقط یاد بگیری دو بزنی گیماتو میبری. نمیزنی. من فکر کنم 20 بار بهت گفتم این اوورپاور رو یوز کن فقط بیشتر. عجله نداری واسه اینکه آیتم بیاری. باید عجله داشته باشی. باید قشنگ گشنه باشی. اگه گشنه نیستی قشنگ نمیتونی کری بازی کنی. کری باید این گشنه ها باشه. انگار تو صف نظری واسطه. یه همچین حالتی. قشنگ انگار مثلا 10 تا 10 تا اینا رو دیدی نظری میگیرن، قابلمه میارن واسه خانواده عمو و داییشون هم یونیت برمی‌دارن. تو باید واسه
دست بعدت هم فارم کنی این شکلیه. دو تا یونیت میبینی از قبل، دو رو بزن بپر، یک بزن رنج کریپا رو بکش. واسه یونیت باید گشنه باشی، قشنگ باید گشنه باشی واسه یونیت. اینو اگه مثلا فیکس بکنی خب اعتماد خیلی زودتر میاد. مثلا بتل فیوریت بذار الان اسکرین شیر بدم، بیا الان توی اسکرین شیر من. الان تایمینگ بتل فیوریت کی بود؟ تایمینگ بتل فیوریت بود ببین مینه 15، که البته مینه 13 بود کوریرت مرد، مینه 15 رسید دستت. خب یعنی تو توی توالت ترین لاینی که میشه تصورشو کرد تو مثلا مینه 13 بتل فیوریت آوردی دیگه، با مثلا امکانات کم و مثلا فلان و اینا. از اینجا اگر لاینت هم افتضاح باشه از بعد از بتل فیوری تو دیگه باید بازی ببری، واقعا نباید برات مهم باشه که چه اتفاقی داره تو بازی میفته. یونیت بزنی، یونیت بزنی، انشنت بزنی، اگه جانیس فارم اونا رو بزنی، بکشونیشون یه طرف، تیپی کنی دوباره اون برای من پوش کنی، لاین بزنی، فارم 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 از قبل دو بزنی. این عجله ها رو اگه داشته باشی، حالا من یه چند تا چیز راجع به عجله کردنه بهت میگم. خب ببین الان تو چیزی که نداری، خب تو لول 9 بودی بتل فیوری تو قد دستت، خب با یه دونه مثلا اسلیپر آف اجیلیتی و نمیدونم فکر کنم مثلا یه برنج و یه ماجیک بند یه همچین چیزی دستت بود که بعدا یه ضرب پاورترت خریدی. خب تو احتمالا اولتی داری، 4 لول از این داری، این شکلی داری دیگه. خب چیزی که تو لازم داری چیه؟ خیلی از قبل نها کن منو، از قبل دو میکنی میه اینجا. خب این درخته رو قطع میکنی، بعدا بلاکت نکنه، دوتا به این میزنی دوتا به اون، اول دو میکنی نشد. خب حالا هرچی این ببین الان آقا این سر راهته، تو برای اینکه دور بزنی این درخته رو راحت کوتاه ترشه قطع میکنی دوباره میری. خب دوباره از قبل دو میزنی اینو برمیداری اینو میزنی، درخته رو قطع میکنی که بعدا از این بر مسیرت کوتاه تر بشه، دوباره از اینجا میری این درخته رو قطع میکنی میای اینجا، همه رو میزنی دوباره میای اینجا، دوباره میای کجا شروع میکنی اینو زدن، این درخته رو قطع میکنی بین اتکات، دوباره به محض اینکه دوت ردی میشه دو میکنی. ببین خب من میام وامیستم اینجا، این درخته رو قطع میکنم، بعد میپرم بالا. ببین از اینجا نمیرم اگه اینجا دور بزنم. خب چون این کارو کردم وقت میشه که اینم استک کنم، این درخته رو قطع میکنم دوباره میام اینجا اینو استک میکنم، از الان دو میزنم، چند تا اتک بهشون میدم، درخته رو قطع میکنم، حتی اولتی هم میارزه بکنی برای این، برای اینکه بتونی چیز کنی پاور تریدت مثلا میاد. خب فرض میکنیم پاور تریدت میاد، دوباره همین مسیر از قبل دو میکنی، این درخت رو قطع میکنی، میزنی اینجا رو، خب میپری پایین، دوباره این درخت رو قطع میکنی میای اینجا، از شیفت استفاده نمیکنی نه؟ شیفت نه، شیفت شیفت من چجوری اسموت را میرم؟ ببین من اگه بخوام این درخت رو قطع کنم هیرون وامیسته دیگه. خب نها کن من اینو هیرون کنم، هیرون وامیسته بعد میرم، برای اینکه این اتفاق نها کن من چجوری میرم، نها کن این اینو قطع میکنم میرم بدون که هیرون واسه، با شیفت. شیفت یعنی وقتی شیفت رو میگیری اصلا کلیک میکنی اینجا، بعد شیفت رو میگیری کلیک میکنی اینجا، هیچ کاری نکنی هیروت خودش میره اینجا بعد میره اینجا، این میشه کیو کردن. من از الان که دو میزنم، خب فرض کن مثلا دارم کمپ رو میزنم، خب بعد شیفت میزنم این درخت شیفت موف میبینی خودش میزنه، برای کویدین بلید و برای روم برداشتن و این داستان خیلی کمک میکنه. دوباره الان از قبل دو رو میزنی، این من حتی تلنت بانا ریجن هم نگرفتم ها، اینو میزنم شیف موف کویلین بلد شیف موف سری شیف موف فشش، دوباره این شیف موف ببینی دو میزنم، دوباره
اینو کلیک میکنم شیفت موو، ببین میگم اینو ورداره شیفت موو اینجا، ببین ورمیداره وا نمیسته هیرو مثلا. یه دونه اتک دارم، این یه دونه رو میزنم دو میکنم بعدی. آها عجله با عجله، این یه دونه رو میزنی به محض اینکه دوم ردی میشه میزنم. خب این درخته رو قطع میکنم شیفت موو، یکی دو تا، به محض اینکه دوم ردی میشه از قبل الان دو تا اتک دارم. همینجوری تا کل مپو تو میتونی اینجوری فارم کنی، بس سریع بازی کنی. اگه و مثلا چرا من بهت میگم اینا رو قطع کن، الان اینا رو قطع کن به خاطر اینکه اینا ویژن تو میگیرن. الان من این دوتا رو میزنم و پاور سیلت هم میتونی همزمان سویچ کنی با این چیزا، این چیزایی که افیشنسی بهش میگن. من این درخت رو قطع میکنم میرم که این بعدا برام مشکل پیش نیاره. اینتل میکنی دو میزنی عجیل میکنی، علتشه که بلدی چرا اینتل کنی پاور سیلت سویچ کنی، بلدی؟ مانا کمتر ازت میگیره دیگه. آها میدونی چرا بعد قبل اسپر زدن اینتل کنی؟ قبل اسپر زدن اینتل کنی چیز بشه دیگه، هم گفتی الان دیگه. خب چرا میدونی چرا؟ مثلا مانا بیشتر میشه، نمیدونستم که مثلا چی میشه. ببین مانات بیشتر میشه دیگه، آره همون مانای کمتری در نهایت ازت مصرف میشه. وقتی تو با مانا پول بیشتری اسپل میزنی، چون این درصد مانات همیشه ثابته، وقتی با پاور ترید اجیلیتی این اسپل میزنی مانای بیشتری ازت انگار کم میشه تا پاور ترید تو اینتل کنی اسپل رو بزنی بعد دوباره اجیلیتی کنی، اینجوری مانای کمتری مصرف میشه. مثلا اینجوری اگر مثلا میگم 60 تا مانا مصرف میشه، اونجوری انگار 55 تا مانا 50 تا مانا مصرف میشه، انگار مثلا اوور پاور لول 3 تا نه لول 4 تا از نظر مانا کاستی. خب خیلی تاثیر داره. اینا رو بعد شروع کنی از قبل، دوباره اینو میزنی این درخت رو قطع میکنی شروع میکنی اینا رو میزنی، دوباره این درخت رو که سیارات قطع میکنی اینو میزنی، اینتل اسپل دو. آها همینجوری پشت سر هم، این خیلی تو رو سری میکنه. ببین من سر ثانیه دم کمپم، منتظرم کمپ ریسپان بشه سریع. اینتل دو، بذار این چیزم بپره بریک پیشم. آها دوباره این درخته رو قطع میکنم تموم شد. میریم اینجا اینتل میکنم دو اجیلیتی دوباره میزنم. اینو اگه فقط همینو خالی تمرین کنی، والا لاین و اینا هم اصلا بلش کن، خیلی سرعت فارمتو بیشتر میکنه. خیلی با فانتوم اساسین هم همینه، تو میخوای دو پر کنی بپری رو این، یک بزنی به این دو کنی رو این، اگه بخوای اوتو اتک بذاری که فارمت اصلا یونیت چیزت نمیاد، آیتمت نمیاد، تو باید عجله داشته باشی واسه اینکه آیتمتو بیاری و این خیلی مهمه. برای اینکه آیتمت هم از قبل چیز کنی بهش فکر میکنی، کیو میکنی میذاری اینجا. حالا اینجا فدا سرت، نمیدونم دو تا بش نزدی یا نمیدونم یه ذره بعد اسپل زدی سرش گیم باختی، اون مهم نیست، مهم اینه که تو من خب نمیتونم اسپل یوزج تو رو تو فایت ها بهتر کنم. مثلا آقا اولتی نکن، اولتی بکن، بی کی بی بکن، بی کی بی نکن، اینا چیزی که خودت بعد تجربی با بازی کردن به دست بیاری که الان من باید بی کی بی بکنم یا نکنم. یه بار دزله با شاردش هکست میکنه، از هکس در نمیای میفهمی آخ باید بی کی بی میکردم، این میشه تجربه. اینو من نمیتونم به تو منتقل کنم، تو باید بری بمیری بازی رو ببازی تا یاد بگیری که اینجا من باید بی کی بی میکردم، دفعه دیگه جلو دزلی که شارد داره بی کی بی میکنی. اما اینا رو میتونم بهت یاد بدم که چجوری فارم کنی، خب یا میتونم اینو بهت یاد بدم. ببین توی لاینی که سخته اینو من فکر کنم تقریبا تو همه کوچام میگم، خب لاینی که سخته آقا دیفنسیو اگرو رو یاد بگیرید، از اگرو نمیخواد اگریسیو استفاده کنید اما دیفنسیو اگرو رو یاد بگیرید. اگرو همیشه گفتم رنجش چند 500، رنجش 500 یعنی چی؟ یعنی هر موقع که رو انمی چیز میکنی، حالا من توضیح کاملش رو الان اینجا نمیخوام توضیح کاملش رو بگم، توضیح کاملش تو ویدیوهای یوتیوب هست، وقت کلاستو نمیخوام بگیرم. ببین اینجا رو هر موقع که توی این روی این لازم نیست بری اتک بهش بدی، خب هر موقع روش رایت کلیک کنی یا اتک بزنی کریپ ها میان روت، خب لازم نیست یه بار،
خب یه بار روش کلیک کنی میان روت، بعد اگرو 3 ثانیه کولدان داره، اگه خراب کنی اگرو رو مثلا بیرون رنج باشی 3 ثانیه کولدان داره، تو اون 3 ثانیه دیگه کار نمیکنه. ببین تو کافیه یه دونه کلیک روی این بکنی بیا عقب، تموم شد. دوباره یه کلیک روی این میکنی میای عقب، تموم شد. اینجا لاستیت تو بزن، اینجا سیفه. خب جلوی رنج باشم این کارو بکنم؟ نه هر موقع که چیزه، هر موقع که لاینت سخته نگاه کن، الان لاینت سخته نمیتونی بری جلو لاستید بزنی اور مثلا بریستله اذیتت میکنه. اگرو کن بیار عقب، تموم شد. اگرو کن بیار عقب، تموم شد. اینجا بزن، اگرو کن بیار عقب. چجوری میخواد جلو تو بگیره که فارم کنی؟ من همه کارو میکردم ولی نمیشد. آها من فکرم میگی این کارو میکردی چیزه، چرا نمیشد الان بهت میگم. ببین اگرو 3 ثانیه کولدان داره، 2.3 دهم ثانیه دیوریشن داره و رنجش هم 500. حالا اینا که گفتی یعنی چی نریمان؟ دیوریشن یعنی چی؟ یعنی 2.3 دهم ثانیه اینا دنبالت میکنن، بعد از 2.3 دهم ثانیه بی خیالت میشن. خب ساده بخوام به زبون ساده بگم، اینا 2 ثانیه دنبالت میکنن، تا آخر مپ دنبالت نمیافتن، یه 2.3 دهم ثانیه دنبالت میکنن. 3 ثانیه اگرام کولدان داره، یعنی هر یه باری که کلیک میکنی رو این تا 3 ثانیه دیگه اگروت کار نمیکنه. یعنی الان که هیچکی تو رنج 500 من نیست، اگه من کلیک کنم رو این تا 3 ثانیه دیگه اگرام من کار نمیکنه. میگی نه بیا نگاه کن، بیا الان زدم ببین کار نمیکنه. میبینی نمیان رو من؟ 3 ثانیه تموم شد و محض اینکه میزنم میان رو من. وقتی که کار نمیکنه یا از رنج 500 بیرونی که کار نمیکنه، یا تو رنج 500 نبودن یک کلیک کردی و الان 3 ثانیه هنوز تموم نشده، بعد 3 ثانیه صبر کنی. هر موقع که دیدی کار نکرد بیا عقب 2-3 ثانیه صبر کن، بعد بیا تو رنج 500 یونیتا. رنج 500 یونیتا هم اگه یادت رفت اینهاش اندازه رنج کریپ، رنج کریپ میبینی رنجش 500، میبینی این رنج رنج کریپه. یعنی تو بیای بغل رنج کریپ خیلی ساده یک کلیک کنی اینا میاد. ببین من میام، میام عقب. اینو تمرین کن، اینو تو لابی تمرین کن. اصلا چجوری میشه لاینتو بخوری وقتی همچین مکانیکی بلدی؟ اصلا چجوری میخه چیکارت یارو میخواد بکنه که تو فارم نکنی؟ از موقع استفاده میکردم ولی نمیدونستم چجوری میشه این کارو کنی. خیلی ساده، ببین یه کلیک بیا عقب، تموم شد. زیر تاور لاستیتو بزن، دوباره یه کلیک بیا عقب. اینجا لاستیت کن، میخواد بیاد اینجا هم جلوتو بگیره. هیچ شو آیتم ندارم، واجی روم لخته. اینجا هم میخواد مثلا چیز تو بگیره، جلو تو بگیره. بیا الان من بیام بغل این رنجه، میشه رنج 500. ببین میام بغل این اگرو میگیرم میام عقب، تموم شد. لاستیت میکنم، دوباره میام اینجا اگرو میگیرم میام عقب، تموم شد. اینو برای لاینت استفاده کن یاد بگیر. خب این برای لاینت به شدت کمک میکنه. بقیه چیزایی هم که بهت گفتم بعد به بازی شروع کنی اضافه کنی. بابا این لامصب از مانات استفاده کن، تو لاین لول 3 شدی فکر کنم اولین بار اوورپاور تو زدی، اینو زدی در صورتی که ماجیک استیکت مثلا ماجیک استیکت 6 تا شارژ شده. خب این 6 تا شارژش خب درسته به تو 300 تا هلت میده، نه چجوری گفتم 300 تا هلت میده، 6 تا 15 تا میشه 90 تا، 90 تا هلت میده. خب ولی 60 تا مانا میده، 15 نه همون 90 تا مانا میده، من فکرم 10 تا مانا، 90 تا هلت میده، 90 تا مانا میده. بعد تو این 90 تا هلت رو پر میکنی، 90 تا مانا تو پر نمیکنی. خب استفاده کن از مانات، مفت مانه، مفت استفاده کن تو لاین، بزن یارو رو. بعد با بریسته چیز با اورسا تو نمیتونی بری پشت یونیت های یارو بریستل بک رو دنبال کنی. کل نکته اورسا چیه؟ این سر رو پر میکنه، 12 ثانیه روی یارو هست. خب ریست تایمش 12 ثانیه است. این میاد لستید کنه، خب بذار من یه لول دیگه آب کنم. تو یه میاد لستید کنه، تو یه سه تا بهش میزنی. خب بعد حالا اوکی این یکی هم میخواد بیاد لستید کنه دیگه، خب این یکی هم میخواد بیاد دینای کنه، تو بزنی دیگه بعدیشو میکشیش. ولی من نمیام اینجا دنبال کنم یارو رو، همینجا لستید اینایمو میکنم، اگر اومد جلو میپرم روش میکشمش. یعنی تو اینطوری نیستش که بگی خب اوکی الان مثلا
بیچی دیگه برم دنبال کنم اینو الان اینجا بزنم. چرا الان نه آخه از یونیتا چه دمیجی میخورم؟ لول 4 ام. ببین چی جوری منو میزنن. این منو نمیزنه، فقط یونیتا دارم منو میزنن. این هم حالا این هم منو بزنه، ببین چه جوری کم میشم. میبینی منم اگه یارو رو بزنم، ببین فرقش چیه. فرق اینه که اون الان یونیت داره. البته یونیت های منم الان دارم میزننش. خب چقدر یونیتا دمیج میدن؟ تو نمیتونی بری لای یونیتا یارو رو بزنی. تو یه دوتا سوسکی به یارو میزنی سر دست دینای، بعد دوباره سب میکنی بیاد جلو. یه دوتا دیگه سوسکی میزنی، اگه شار شد تو هم مثل بریستلی فیوری سوایپ تو هم اگه روی یارو شار 4 تا 5 تا شارژ بشه، ببینم اون وقت اون بدتر میزنی یا تو بدتر میزنی. 5 تا توی روی یارو شارژ کنی با هیت ششمت یارو یه سوم اچ پیش میره. خب پس تو هم خیلی یه ذره یه ذره، نه اینکه دنبال کنی، خیلی تو لاینی که من میبینم دنبال یارو میکردی. حالا مثلا من اینو چیز میکنم، حالا این فایل ریکورد ویدیوشو حتما نگاه بکن، متوجه میشی که تو لاین چیز که تو لاین چه شکلیه. من وقتی بهت میگم آقا الان بزنش، بعد مثلا دیر میشه، بعد دنبال میکنی، چقدر به ضررت میشه. تو بعد لسید دینای کنی تا جایی که میشه. اوکی اینو لسید کردی، اینم لسید کردی، حالا که لسیدی نداری میتونی بری مثلا بهش مثلا اتک بدی، یه دوتا اتک بدی، هم اتک بدی هم اگرو کنی. مثلا اینو بیاری عقب. اوکی حالا توی جای سیف تری بزنیش. از خاصیت همه اینا اگه استفاده بکنی، از خاصیت همه اینا اگر استفاده بکنی، هم اگروی توی لاین، هم سه هیروت که خیلی قویه، تقریبا همه لاینات رو میزنی. ببین الان من زون میکنم یارو رو بره عقب، دینای میکنم، دوم میکنم میگم جورت داری بیا جلو، میاد جلو، نه با میسلم اینجا لسید میکنم، دینای میکنم، اون میاد دینای کنه، میزنم تو سرش، خواهد بره عقب نصف شد، دوباره برمیگرم. ببین دنبالش نمیکنم، برمیگردم لسید دینایم میکنم. این کاری که تو باید یاد بگیری بکنی. حالا یارو بریستل اونم میزنه دیگه، برای همین میگم نمیتونی خودوی پشت یونیتا، فقط سر لستی دعوا کن با یارو، مگر اینکه میگم دیگه یه ساپی داشته باشی که راحت چه میدونم مثلا راحت بکشین دیگه یارو، یا اون ساپورت نداشته باشه، چون به حال اونم که تک نیست که، اونم یه ویچلاکتری مثلا بغلشه که یک سر رو رود بزنه از صفر، از 100 تا 0 تو راحت توی مثلا 10 ثانیه میکشن، مثلا توی 7 8 ثانیه میکشنت میبرنت. پس راجب اگرو یاد گرفتی؟ بله. آره راجب اگرو یاد گرفتی، راجب یه چیزی هم راجب آیتم بیلدت بهت بگم. خب اورسا معمولاً میگم هیروییه که این شکلی باش آیتم نمیخرن، این خیلی زشته. اما این چه زمانی خیلی زشت نیست؟ زمانی که تمام اینایی که بهت گفتم و انجام دادی ولی بازم لاین توالته، بازم اصلا ساپورتت نیست، اصلا تکی، خب سولوی فرض کن، جانگل داری، ساب نداری، خب هر چه قدم تو خوب بازی کنی نمیتونی اون لاین رو بزنی دیگه. ریت بند خریدن و اورب آف کوروژن خریدن و اینا دیگه کمکی به تو نمیکنه، چون تو اول آخر اون لاین رو نمیتونی بزنی. زمانی اینجوری میری برای بتل فیوری که تو اول آخر با لاینت کاری نداری، اصلا تاورت هم بخوره اوکیه. یادت من گفتم آقا اصلا تاورم هیت نکن تو بازی، فقط فارم کن، خاطر اینکه خیلی عقبی اگه جلو بری. بازی این شکلی نیستش که، بازی اینجوریه که آقا ریت بند بخر فشارش بده، اورب آف کوروژن بخر فشارش بده، بوت بخر فشارش بده، بعد یه دونه موربید ماسک بخر فشارش بده، بعد سری دیفیوژال بخر با موربید ماسک برو روشن بزن، بیا تو بازی کیل بگیر فشارشون بده. ولی وقتی بازی جوریه که تو عقبی و قدرت نداره هیروت، هر چقدر بخوای دعوا کنی عقبتر و عقبتر میفتی. مثل این میمونه که تو با یه نفر هم هیکلش دو برابر توه بخوای دعوا کنی، یه چک میخوابونه زیر گوشت، یه هفته نقش زمین میشی، بعد اون چکر رو که خوابون تو گوشت تو آدم نشی دوباره بری با یارو دعوا کنی. تا
تو باید بری بدنسازی باشگاه تمرین کنی همهیکل یاروشی، بعد بری با یارو دعوا کنی دیگه، وگرنه یارو یه دور آلردی زدتت، دوباره میزنتت، دوباره میزنتت، دفعه بعدم مثل سگ میزنتت، چون تو دیگه 4 بارم ازش کتک خوردی. حکایت اینایی که هی میخوام برم با کیل گرفتن کار خوششون رو در بیارن، کامبک کنن. کامبک نداریم که. تو بعد آیتم فارم بخری، فارم کنی. ببین تو الان 4 بار تقریبا مرده بودی تا بتل فیوریت، چقدر 5 بار 6 بار 6-5-1 اینجا. از بعد از این انقدر یونیت میزنیم، ببین بعد از بتل فیوریت مینه 16 میاد، مینه 22 بش، مینه 24 بش بی کی بیت میاد. خب پاور ترت بش بی کی، یعنی تو در عرض کمتر از 10 دقیقه، چه تو 8 دقیقه 6 و 8 14 دیگه، تو تقریبا تو 8 دقیقه پاور ترید و بعد از فیوریت پاور ترید و بشر و فیوری تو آوردی، چیز پاور ترید و بشر و بی کی بی تو آوردی، 8 دقیقه ای آنلاین شدی. تو 8 دقیقه زمان میخوای برای اینکه یونیت بزنی، آیتم های فایت تو بخری، بعد بری فایت کنی. حالا یه بازی آیتم های فایت بی کی بیه، یه بازی آیتم فایت سنیاشه، یه بازی آیتم فایت بشره، یه بازی بیلینکه، یه بازی به قول تو سیلورجه، یه بازی سیتنیکه. هر بازی ممکنه مثلا یه جور تو فکر کنی راجبش که اوکی من این بازی اینو میخوام، هیچ مشکلی هم نداره، همش هم درسته، مهم اینه که بتونی بخریش دیگه، اون چیزی که تو ذهنت رو بتونی پیاده کنی که بعد درس بگیری ببینی حالا این آیتم خوب بود یا نبود. الان اعتماد خوب بود، خوب هم اومد، ببین که تام دیدی چقدر قوی بود دیگه، میپریدی پشت سر یارو دو تا سری میزدی میکشتی، چقدر هیروت با بیلینک قویه به نسبت سیلورج، هم سریعتر میاد، همین که میپری رو ساپورترها سریع مثلا حذفشون میکنی. اعتماد خوب بود، فقط حالا سعی کنی تو لاین اون دیفنسیو اگروه رو رعایت بکنی، اینطوری فشار نخوری ازشون، و میگم سه تا سعی کنی به مرور سر هر دفعه که یارو اومد لستید بزنه یکی دوتا هیت به یارو بدی، ست روش بمونه که یارو جرأت نکنه بیاد جلو، بعد تو فری بشی. این کارا رو بتونی انجام بدی، بتل فیوری تو مثلا به جای مینه 15 مینه 11 میاری، اگه بخوای مثلا چیز کنی مینه 12 میاری بدون بود، یا مثلا مینه 15 به جای بتل فیوری پاور ترت کوروژن بتل فیوری داری، یا فیز بود کوروژن بتل فیوری داری، بتل فیوری راش مستقیم نمیری، اگه این کارهایی که من میگم رو انجام بدی، و اصلا بازی اصلا برات یه چیز دیگه ای میشه، داری قشنگ تو بازی پادشاهی میکنی، دنبال میکنی ملتو. حالا من باز میذارم برات دیگه، ویدیوشو برات میذارم، دوباره حتما نگاه کن گیم پلی تو، چون وقت نداریم ریپلی تو دوباره ریویو کنیم، توضیحات لابی و اینا رو حتما بهت میدادم که اگرو چیه، نمیدونم درخت قطع کن، از شیفت استفاده کن، اینا رو همه رو بهت گفتم، ولی حتما خودت هم یه دور دیگه نگاه کن. حالا به جز اینا سوالی دیگه چیزی داری نداری؟ نه سوالی ندارم دیگه، دست شما هم درد نکنه، تو بود اوکی بود، عالی بود. و این گیم پلی لایوت هم میگم همیشه بازیت بد میشه وقتی یکی حرف میزنه پشت سرت، این خبری نیست، همه همینن، یعنی مثلا اینجوری نباش بد بازی کردم و اینا، همه وقتی یکی لایو کوچ داره تو بازی باشون حرف میزنه حواسشون پرت میشه، یعنی من هیچ وقت تاثیر مثبت ندارم، تاثیر منفی دارم، ولی خب بعدش یه بار دیگه که نگاه کنی بازی رو قشنگ میفهمی منظور من چیه، از پرسپکتیو من باید ببینی. خب بگو سوال تو بگو. چیز بود گفتید، نمیدونم چی گفتید، تو مینه 11 12 هم چیز داری، هم بتل فیوری داری، هم پاور نه 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 نه, نه. هم... گفتم یا بتل فیوریت مینه 11 12 میاد اگر راش کنی بتل فیوریو، یا اگرم مثلا مینه 15 میاری، مینه 15 فیوری میاری با پاور ترت کوروژن میاد مثلا. کوروژن کدوم آیتم بود؟ من دقیقا اورب آف کوروژن، اورب آف کوروژن دیگه، این یارو که با اورب آف کوروژن، این که با اورب آف ونوم و بلایند استون. آره این اسما تمرکز نمی کنم. اینو اورب آف کوروژن، خوب شد که پرسیدی، اینو با بوت مثلا وقتی میخری تو لاینه که داری بهشون زور میگی هی دنبالشون میکنی دیگه، تو از یه اورب آف ونوم شروع میکنی هی اسلو شروع میکنی هیت میدی میزنی، بعد یه بوت میخری
دوباره با بوت و اورب آف ونوم میوفتی دنبالشون. دوتا کیل دیگه گرفتی، این دفعه اورب آف کوروژن میخری، یه کاری میکنی که یارو اومد تو لاین بمیره. ولی این بازی بازی نبود که یارو اومد تو لاین بمیره، میگی چی میگم؟ بازی بود آره، که تو دیگه رفتی یه زبری. من حتی بهت گفتم یه ویو بیخیال شو برو رینگ آف هلت بخر که فقط این تو بمونی توی لاین. پدرت داشت در میومد با دوی بریستل، این با ماجیک استیک خیلی تو رو نجات میداد. گرفتی؟ به هر حال خوب شد دیگه، این یه بازی لاین سخت تجربه کردی. اگر اصلا لاینت ایزی بود میکشتی، من نمیتونستم خیلی حرف بزنم، ولی چون لاینت سخت بود دوباره برات پیش بیاد. لاینت مثلا لاینت سخت باشه از پسش برمیای با اون اگرو و اینا، بعدم آیتم چرت و پرت نمیخری، میری یه ضرب بتل فیوری تو میخری وقتی لاینت سخته. بعد بتل فیوری هم که یادت دادم چیکار کنی، آره دیگه. دو بزن فار کن، دو بزن دو بزن دو بزن دو بزن، همینه قوانین دو. چون مانا ریجن داری دیگه، آیتم دیگه به تو مثلا تو با میداس نمیتونی اینجوری فارم کنی مگر اینکه تلنت لول 10 تو بگیری مانا ریجن تو. ولی بتل فیوری چون خودش به تو 2750 مانا ریجن میده، هیرو دیگه آباد میشه، آباد آباد. حله